بینندگان عزیز به تماشای برنامه بازم یک بار دیگه خوش آمدین. صفا آوردین، لطفا لینک برنامه را به سایر دوستان و هموطنان عزیز ما هم رسانی کنین تا دیگرا هم بیاین و از صحبت های ارزشمند دکتر صاحب عزیز جناب خالدی صاحب مستفید شوند. لطفا با کامنت های خوبتان ما را حمایت کنین تا بیشتر به خدمت شما قرار داشته باشیم. همچنان سوالاتی که داشته باشین سوالاتان روی صفحه کامنت کنین، بنویسین. در قسمت دوم برنامه خالدی صاحب سوالای شما را هم چنان جواب میگن. برای حضور تک تک شما سپاسگزاری میکنم. خالدی صاحب عزیز به برنامه بسیار زیاد خوش آمدید. تشکر محترم پایمت. سلام عرض میکنم خدمت شما. خدمت تمام بینندگان محترم شما. افتخار داریم که بار دیگه شما را با خود داریم و از صحبت های شما و تحلیل های شما فیض میبریم. لطف میکنین، من در خدمت شما هستم. طوری که اخبار شنیدیم یک مسئله مهم در اخبار بود که ملل متحد نماینده با قطعنامه نمایندگی طالبان را در ملل متحد به رسمیت نشناخت و بر مدت نامعلوم او را به تعویق انداخت. در اصل مشروعیت دولت طالبان ملل متحد رد کرد و با این قضیه مشکلات و چالش های بسیار زیاد فرارای طالبان به وجود آمد بیشتر از گذشته. اما باز خبر هم شنیدیم که گروه بین‌المللی بحران تقاضا کرد از دولت امریکا که یک قسمت از او سرمایه خشک ساخته شده مردم افغانستان به اختیار طالبان قرار بدن و تا ای که به یک روسیایی دیگه غرب گرفتار نشه و دولت امریکا برای از ای که با شکل عقب نشینی سازشکارانه که اینا از افغانستان برآمدن، گروه بحران گفته که یک شرمندگی تاریخی به وجود آمده و در صورتی که یک فاجعه عمیق‌تر در افغانستان صورت بگیره و این دولت هم فرو بپاشه و نظم اجتماعی کاملا از بین بره، برای جهان باز روی امریکا نخواهد داشت. دینوت اگالت وضعیت قرار داره، مردم فقر تهدید میکنه، سرنوشت مردم در وضعیت بسیار بد قرار داره. از نظر شما چگونه خواهد شد؟ آیا طالبان شرایط را که ملل متحد در مقابل ازی گذاشته این شرایط قبول خواهد کرد یا نه؟ و یا یک سلسله کمی لحظه یک سلسله عقب نشینی های را یا یک سلسله نرمش در برخوردهای خود نشان میده یا کوشش میکنه خود نشان بده یا عملا اینطور کنه که گویا اینا با او گپایی که از اول گفته بودن پابند نیستن و تغییری در کردارشان به وجود آمده، آزادی مردم به رسمیت میشناسن، دیگران را در خود قدرت که خود شریک میسازن. آیا این شیوهایی را که به کار میبرن این موقتی است و زمانی که به رسمیت شناخته شده پس دوباره عمو خرک عمو درک خواد بود، عمو قضا و قدر خواد بود، یا ایست که اینا میخواین که یک دولت واقعا نمگیره بسازن، میخواین که حقوق بشر مراد کنن، میخواین حقوق زن به رسمیت بشناسن، میخواین که تغییری در افکار خود به وجود بیارن و میخواین یک دولت را بسازن که با افکار جامعه مردم و جهان تطابقت داشته باشه. چون نسی بس یک ذره چیزم شد، یک ذره کلانم شد که ملل متحد اینا را به رسمیت نمیشناسه، گروه بحران تقاضا میکنه اینا را کمک بکنین و از طرف دیگه شرایط باید اینا عملی کنن. لطف کنین از امیج صحبت شروع میکنیم، باز سوالای دیگه پشت سر وجود داره که بس میکنیم. تشکر پایمر صاحب گرامی. امریکا در افغانستان در حال مرتکب شدن اشتباهات مضاعف است. اول امریکا با امضای توافقنامه دوحه بزرگترین اشتباه تاریخی خود انجام داد. با ای امضای ای توافقنامه با گروهی که در سقوط از او سهم بزرگ داشت، با بدون اشتراک دولت افغانستان در مذاکراتی که به این توافقنامه منتهی شد، از دولت برحال افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان که 20 سال بالای از او زحمت کشیده شده بود و سرمایه‌گذاری شده بود، از او مشروعیت زدایی شد
و با یک گروه که او را گروه تروریستی میخواند مشروعیت سیاسی بخشید، که در نهایت حتی به اساس گفته های امی دو روز قبل سفیر سابق امریکا در افغانستان، سقوط دولت افغانستان در نتیجه توافقنامه دوحه است. یعنی علت اصلی و بزرگ این سقوط امی توافقنامه دوحه است. این یک بزرگ اشتباه بزرگ بود. حالا که امریکا خارج شده و با ادامه سیاست های فعلی خود با یک فاجعه دیگه در افغانستان کمک میکنه، ایجاد یک فاجعه بزرگ اقتصادی در افغانستان کمک میکنه و این اشتباه بزرگ دیگه است. موضوع است که در افغانستان 9 میلیارد دلار پول سرمایه های بانک ملی، بانک مرکزی افغانستان، در افغانستان بانک، در بانک‌های آمریکایی منجمد شده، قسمی که شما فرمودید. از جمله در ای پول پشتوانه بانکی ضمانت‌های تمام بانک‌های خصوصی در افغانستان شامل است و همچنان پشتوانه پولی افغانی امی شامل این 9 میلیارد دلار است. با فریز کردن این پول تمام بانک های خصوصی در افغانستان سیالت پولی خود از دست دادن، پول نقد ندارن، حتی حساب های خصوصی مردم ها نمیتونن تمویل کنن و اگر این ادامه پیدا کنه این سبب سقوط صادرات افغانستان میشه، چون هیچ تاجر نمیتونه از خدمات بانکی استفاده کنه برای صادرات و واردات. با سقوط صادرات و واردات اقتصاد افغانستان به زمین میخوره و از بین میره. و از جانب دیگر ما میفهمیم که عرض کردم که در این 9 میلیارد دلار پشتوانه پولی در افغانستان بانک شامل است و این پشتوانه در زمانی که در گذشته اگه به خاطر داشته باشین، زمانی که حکومت اشرف غنی برقرار بود، هر زمانی که قیمت دلار در افغانستان بالا می رفت و کمبود دلار در بازار به میان می آمد و یا پول نقد افغانی دولت کار داشت، دولت افغانستان از این پول ها را می فروخت در سرای شاهزاده لیلام می کرد و او سبب از این می شد که قیمت دلار مستقر شود و همچنان پول افغانی برای اجرای کارهای دولت میسر شود. ما ایره ای امکانات دولت فعلی طالبان از دست دادن. بنابراین اگر این سیاست به این شکلش ادامه پیدا کنه، این سبب از این میشه که اقتصاد افغانستان کاملا سقوط کنه. ما دو موضوع را باید از هم جدا کنیم. یکی حمایت از دولت طالبان است، یکی حمایت از مردم افغانستان و جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد افغانستان است. حمایت دولت طالبان موضوع جداگانه است و موضوع اقتصاد افغانستان موضوع جداگانه است. کمک های بشردوستانی جهانی تا این به اصطلاح انگلیسی بند اید است. این فقط برای چند مدت میتونه التیام کنه ضروریات بسیار عاجل مردم است. که این کمک ها هم به مشکلات بسیار بزرگ مواجه است. برای این کار از جامعه جهانی از 1.5 میلیارد دلار پولی که در حساب افغانستان ریکانستراکشن تراست فند در یا چیز صندوق امانت اعمار مجدد افغانستان در بانک جهانی است، از او قرار است استفاده کنند. 1.5 میلیارد دلار است که دونرهای مختلف این را به افغانستان اختصاص دادن و صلاحیت اجرایی زیر اداری زیر بانک جهانی در اختیار داره. اخیراً بانک جهانی تصمیم داره 500 میلیون دلار از این پول‌ها را برای کمک اضطراری در افغانستان استفاده کنه. اما با مشکل تحریم‌های اقتصادی آمریکا در مقابل دولت طالبان مواجهند. برای از این که دولت امریکا یک سلسله تحریم های را
اجرا کردن بر اساس قانونی که کنگرس پاس کرده. هیچ مؤسسه امریکایی نمیتونه با مقاماتی که در لیست تروریسم بین المللی شامل است معامله انجام بده. به این خاطر اخیراً یک گروپ از هیئت مشترک بانک جهانی و هیئت وزارت خارجه امریکا و وزارت خزانه داری امریکا در این روزهای اخیر کار میکنن که میکانیزم را ایجاد کنن تا می پولا 500 میلیون دلار آزاد شود به کمک کشور و کمک موسسات بین المللی مثل یونیسیار، مثلا ورلد فود پروگرام، یونیسف، یونسکو و غیره داده شود تا در افغانستان مصرف کنند. اما در اینجا باز هم مشکلات زیاد است، برای اینکه این قوانین تحریم ها امریکایی پابرجاست. اگرچه وزارت خارجه امریکا مکتوب های به اصطلاح کامفورتینگ لترز صادر کرده به موسسات بین المللی که شما میتونین از این پولا استفاده کنین برای کمک به افغانستان، اما این موسسات هنوز میترسن که با عملا به اصطلاح سر تحریمات امریکایی را نقض نکنن و یا به مشکل بزرگ دیگه مواجه نشن. به این خاطر سرازم یکی از پیشنهاداتی که شده ایست که این پولها را چگونه به افغانستان انتقال بدن. گفتم که این پولها را اینجاست که امریکا میخواه یک اشتباه مضاف سومی را انجام بده. میخواهن این پولها را به حسابات شخصی، این را توجه کنین، به حسابات شخصی و خصوصی افراد ملکی افغانستان یا تاجرها بگویم یا بزنسمنها بگویم یا کسایی که واه مورد علاقه شان هستن انتقال بتن در بانکهای خارجی که باز از با استفاده از این پولها پول افغانی به بانکهای افغانی سرازیر شوه و او به از کمکها در افغانستان استفاده کنند. این بزرگترین اشتباه دیگه خواهد بود، اشتباه سومی امریکا خواهد بود، برای از اینکه یکی از علل فساد بزرگ که در افغانستان در 20 سال گذشته صورت گرفت اینمی مداخله یا دادن مستقیم این پولا به NGO ها در افغانستان بود که این سبب بزرگترین فساد اداری در افغانستان شد. به اشخاص انفرادی بود، امریکا به اشخاص منفرد در افغانستان میلیون ها دلار پول میداد، برای خلیلی میداد، برای دوستم میداد، برای دیگه و دیگه و دیگه میداد که این سبب همین شد که شورای نظار به میلیاردرها مبدل شد. و ای اگر این کار دوباره صورت بگیره خب ما شما میفهمیم که در افغانستان در 20 سال گذشته اقتصاد مافیایی ایجاد شده بود و کسایی که در دولت بودن نبض اقتصادی کشور هم در اختیار داشتن و می کسایی که در تجارت هستن، شرکت های ترانسپورتی دارن، شرکت های نفتی دارن، تانک های تیل در اختیارشان است، دیگه چیزای تجاری یا همه وابسته به اون مافیا هستن. بله این تمام وابسته به مافیا است. اگر این پول دوباره بره 500 میلیون دلار به حسابات شخصی مردم بره، خب از این پول ما قدودش در افغانستان خواهد رفت. ما چیز از این پول نخواهد دیدیم در افغانستان. به طور مثال دمی ماهای آخره که دولت اشرف غنی در حالت خود بود، همین گروه ها خلیلی نام میگیرم، دوستم، عطا محمد نور و خود عبدالله صالح و غیره امثال هم از اشرف غنی تقاضا کردن که بر ما پولها را بتین که ما خیزشای مردمی را تمویل میکنیم بر ضد طالبا. با تایید شخصی که بر ما داده شده از طرف عالی ترین مقامات دولت گذشته، یا دادن میلیون ها دلار به میادم ها در میفتای آخر دادن به میلیون ها دلار امرالله صالح گرفت، به میلیون ها دلار خلیلی. خلیلی گفته بود که من 10,000 سرباز خیزش مردمی رو در غرب کابل بسیج میکنم. همچنان دوستم گفته بود که من اتو میکنم، اتو میکنم، اتو امور نمازی. این پولا به یاد داده شد، اما این مردم این پولا رو در جیب زدن، از حیرتان تیر شدن، رفتن طرف ترمز. یکیش جنگ نکرد، یکیش حاضر نشد که دی پولا بر دفاع یا بر تقویت خیزشای مردمی چیز شو استفاده کنن. بنابراین ما میبینیم که همه چی میگن امور دوباره امتحان کردن ای افراد اشتباه بزرگ خود. به این خاطر ما اینجا در یک حالت عجیب قرار داریم.
از یک طرف موضوع شناخت دولت طالبان است و از طرف دیگه جلوگیری از سقوط اقتصاد کامل افغانستان است. شناخت موضوع طالبان یک موضوع بسیار مهم است. شناخت دولت طالبان برای مردم افغانستان و برای خود طالبان و برای جامعه جهانی موضوع مهم. بلکه که به یک تعداد از کشورها در منطقه حاضر هستند، آماده هستند که با افغانستان نزدیک همکاری کنند. از جمله چین است، از جمله کشورهای آسیای میانه است، ایران است و غیره. و از یک طرف یک تعداد کشور هستند که از آینده ای کار میترسند. هندوستان دو شامل است و امریکا و دیگر کشورها. در اینجا موضوع مهم موضوع مشروعیت دولت طالب است. آیا یا مشروعیت دولت کردن حکومت کردن در افغانستان دارن یا ندارن؟ و ما این در چندین برنامه های مختلف مصاحبه های خود تکرار کردیم که طالب ها باید این مشروعیت کسب کنن. اول از نظر امریکا این مشروعیت موجود نیست. بلزی چرا موجود نیست؟ بلزی که امریکا، ما اول گفتم که با تعهد توافق نامه با طالبا یار مشروعیت بخشید و دولت افغانستان مشروعیت زدائی کرد، پروفایل طالبا را بالا برد. شما هم در صحبتات این موضوع را روشن ساختید و این سبب سقوط، یکی از عوامل سقوط دولت افغانستان گرد. ولی در اون توافقنامه دوحه امریکا تعهداتی از طالبا گرفته. این تعهدات، یک تعهد ای بود که در مذاکرات به اصطلاح بین الافغانی دوحه با گروه های دیگه افغانی به توافق میرسه سر یک حکومت آینده. یعنی توقع امریکا ای بود که یک دولت آینده در افغانستان، کور نامش مانده بودن دولت اسلامی جدید، چون دولت سابق هم دولت اسلامی بود سر نامش و دولت طالبان هم میگه که ما امارت اسلامی ده. ما در دولت اسلامی آینده یک دولت می باشه که او با توافق بین با گروه های دیگه افغانی ایجاد میشه و امریکا پذیرفته بود که رهبری این دولت طالبا می داشته باشه و قرار بر این بود که این دولت بعد از ایجاد این توافق به میان بیاید. اما ما شما دیدیم که بعد از یک سال مذاکرات بین الافغانی طالبا هیچ کرنش نشان ندادن، هیچ پیشنهاد سلنامه طرح نکردن، هیچ طرح نداشتن که چگونه با گروه های دیگه یک جمع میشن. فقط در کنفرانس مسکو دیدیم که رهبر تیم مذاکراتی طالبا وضاحت گفت ما حکومت خداوند اینجا میسازیم، هر که باید اواز است برش آغازش برای همه که میاین امرای ما، یعنی ما حکومت خداوند اینجا میسازیم به اساس احکام خداوندی و ای شما رو آزاد هستیم که دو شکل، یعنی این تعهد نسپرد که ما چگونه میتونیم دیگه گروه ها رو به این شامل بسازیم. و قسم یک موضوع دیگه، موضوع دوم ای که امریکا با کسایی که توافق امضا کرده بود، ای دولتی که به قدرت رسید در تاریخ 15 آگست، ای شامل او گروه ها نیست. یعنی او گروهی را که در امریکا با تعهد پرده بود، او گروه به درجه سوم قرار گرفت، دوم و سوم قرار گرفت، اما گروهی را که اصلا در مذاکرات دوحه اشتراک نداشت به مقام اول قرار گرفت. حتی گفته میشه که تعداد زیادی از جنگجویای حقانی قبلا در کابل جابجا شده بودند که به مجرد که سیگنال به ایشان داده شد یا به طرف جانب ارگ چیز کردن، حمله کردن، ولی یعنی یا قدرت گرفتن. بنابراین اینجا امریکا شوکه شده، شوکه و ایمان شده که با بدست خود دولت داده به کسایی که او را توریست میخوانه، کسایی که وارا قبول ندارد، دل سیاست و از طرف دیگه هیچ موسی بنوینی نمیتونه کمک مستقیم به دولت طالبا کنه یا از طریق دولت طالبان کمک خواهی را کنه، چون ای امی تعذیرات را که تحریم هایی را که دولت امریکا به اساس قانون و به اذن کانگرس بر ضد دولت طالبا بر عدم همکاری با توریست ها موجوده است، این نقض میکنه. بنابراین دولت امریکا اینجا بین دو سنگ آسیا مانده،
اگر یا چون به نظر امریکا این دولت به زور چی گرفته، با تفنگ دولت گرفته، دولت افغانستان گرفته، این مطابق تعهدنامه دوحه نگرفته این دولت، بنابراین این تعهدات خود قبول نکرده، یعنی اجرا نکرده در مقابل تعهدنامه دوحه. موضوع مهم دیگه که بر امریکا مطرح است، موضوع خود توافقات مخفی امریکاست. در اینجا امریکا توافقات مخفی که با طالبا کرده ایست که از طالبا تعهد کرده بودن، این برداشت ماست. طالبا تعهد کرده بودن که با جنبش ترکستان شرقی که قبلا عبوی سبدرو معروض صحبت کرد، ETIM یا ایست ترکستان اسلامیک موومنت کمک میکنند، چون این جنگجوها زیاد در افغانستان فعال است. اگه چند وقتیاتون باشه، اگه ما پیش کنی ما پیش، یا به سر قندوز حمله کردن، یک بم انتحاری در اونجا انجام داد یک نفر از یاد. ETIM هزاران نفر زیاد در افغانستان است و امریکا متعهد است که به ETIM کمک کنه. CIA متعهد است که به ETIM کمک کنه تا جنبش ترکستان شرقی بتانه چین در سینکیانگ دولت چین چیز بسازه، بی‌ثبات بسازه و پروژه های یک کمربند یک راه را که شروعش از اموج است، از ایالت سینکیانگ چین است، به طرف آسیای میانه و به طرف پاکستان و جنوب آسیا، ایره در اموج متوقف کنه، اخلال کنه. ما سخنان یکی از جنرال های سابق امریکایی که در زمان کالین پاول وزیر خارجه امریکا که بود، در زمان جورج بوش دوم، ای آدم رئیس دفتر وزیر خارجه بود، ای واضح در یک ویدیو شست در یوتیوب موجود که دوستان میتونن این رو بشنوان، که اونجا میگه که یکی از اهداف امریکا در افغانستان کمک به جنبش ETIM و ترکستان شرقی است تا دولت چین هم بی‌ثبات بسازه. چون شما میفهمیم که امروز بی‌ثبات ساختن دولت چین به یک سیاست اصلی دولت امریکا را تشکیل میده. بنابراین اینجا قبلا شما در صحبتاتان و همچنان آقای عبوی در قسمت میدان هوایی بگرام صحبت کرد و ما بسیاری صحبتهای شما را و آقای عبوی را در این قسمت تایید میکنم. نمیخوایم با زیاد تکرار کنم چیزی که شما فرمودین، اما در اینجا موضوع سپردن میدان هوایی بگرام به چین یا امریکا، یک چیز دوگانه است، یک موضوع است که به دو قطب مخالف ارتباط میگیره. هدف امریکا از گرفتن پایگاه در بگرام کمک به CIA برای بی‌ثبات سازی چین است، و همچنان دیگه کشور آسیای میانه و روسیه، در حالی که هدف چین از گرفتن ای و یا ایست که جلوگیری کنه از این کار، و ما بده و مانی یعنی امکانات اخلال امریکا را از بین ببره. بنابراین بله، اینال ای نقش پاکستان در اینجا اهمیت داره. دیگه با این عرضی سخنها منظوری میسته که در شرایط فعلی در افغانستان طالبا باید چیز کنن، مشروعیت از کسب کنن، این مشروعیت از مردم افغانستان میتونن کسب کنن، این از دیگران نمیشه. یکی برای قبول کردن چند تقاضای بین المللی، اگر تقاضای کشورهای بین المللی ای باشه، فرانسه ای باشه که گروه مقاومت پنچه را جای بتن در حکومت خود، یا امریکایی باشه که چند چیز خوده به اصطلاح پروتوژه خوده بیاره دوباره در حکومت شامل کنه، اعضای CIA خود شامل کنه در این دولت، و یا تقاضای انگلستان و غیره ای باشه که نفرهای خود دی کنن، یعنی رهبران تنظیمای فاسد جهادی رو دوباره بیارن در دولتشون. این خود دولت امول شمول و حساب مردم افغانستان نیست. ای نه تنها ای فایده نداره، بلکه ای اوضاع افغانستان خرابتر میشه و ما رو دوباره میبره به طرف امو دولت فساد 20 سال گذشته که ما سبب سقوط نظام افغانستان شد. مشروعیت دولت، من پیشنهاد ما به طالبا همیشه بوده ای که
ما هیچ علاقمندی به دولت به اصطلاح میدیوال حکومت قرون وسطایی مذهبی ندارم، هیچ وقت نداشتیم و هیچ وقت هم همچو حکومت را تایید نمی کنم. به نظر من یکی متاسفانه ادامه اون موسایکل های علم و جهل در افغانستان است، ادامه این مبارزه است که از 100 سال به این طرف ادامه داره. ما همیشه وقتی که به یک جای می رسیم دوباره سقوط می کنیم و از سر شروع می کنیم و آل ما دوباره ما به یک جای رسیده بودیم در 20 سال گذشته، با وجودی که حکومت فساد بود، با وجودی که بسیار عوامل مافیایی در اش، اما مردم افغانستان، کشور افغانستان از لحاظ سطح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هزار سال پیشرفته تر از سال 2001 که طالبان بود. ما در زمان که حکومت طالبان ساقط شد، در اون زمان در کتاب به نام The Avalanche مقایسه کرده بودم، در اون زمان ما تا اقدام سقوط دولت طالبان تعیین کرده بودم، اما حال ما در حالت هستیم که دوباره طالبان به قدرت رسیدن و توقع مردم یا ایستن و خود طالبان همیشه تبلیغ میکنن که تغییر کردن. ما این تغییر در چی میبینیم فعلا؟ ما تغییر فعلا در این میبینیم که یا در مقابل کمرهای تلویزیون های جهانی بردبارتر شدن، در سرکا امرای مردم کار ندارن، توریش داری یا نداری، آیا چپلک زنها چپلک پوشیدن نپوشیدن، آیا از سر تا پای چادری پوشیدن یا نپوشیدن، با این کار ندارن و آیا بله با یا مردم بزرگ بله مردم بزرگ به مسجد سه بار و چهار بار نبرن که نماز چهار سه دفعه گذارن بخونه مجبور بشه در چهارایی، از این کار جلوگیری شده. اما در مقابلش چیز مهمترین موضوعاتی که او سهمگیری نصف نفوس افغانستان که زنا باشه یا بیشتر از نصف نفوس افغانستان، این در امر تحصیل و در قسمت کار خارج از خانه هیچ کرنش نشان ندادن و هیچ صورت ندادن. بسیار با مثال های کوچک غیر عمده است که در اینجا اونجا نظر به مجبوریتی کار کردن، اما این از لحاظ ایدئولوژی خود این کار نکردن. پس میبینیم که این چهار ماه شد، چهار نیم ماه شد که دولت برقرار است، یا نتانستن با وجود تعهدات خود به امریکا دادن که ما دو حق میتین بر زنا، اما انجام ندادن. چون برای طالبا به الاز ایدولیشان و دادن حق هم گفتن ما هرچی که در شریعت بوده دادیم بر زنا، دیگه چی میخواین؟ در حالی که حقوق در شریعت بر خانما داده شده مطابق و حقوق طبیعی که یک زن در حالت به اصطلاح به وجود آمدن و تولد دارن مخالفت داره. حقوق را که خداوند طبیعتا به انسان داده، به مردم داده، مخالفت داره. این حقوق تحصیل، حقوق کار در هیچ موردی در موازین شریعتی ممنوع نیست، اما از نظر شریعت مورد نظر طالبان این ممنوع است. بنابراین در بین این نشان می‌ده که در بین طالبان گروه های وجود داره یا واحد نیستن یا بین خود سر این موضوع طالب توافق نرسیدن. از این خاطر طالبان در این قسمت هیچ کرنش نکردن. موضوع دوم، موضوع اساسی، میرسیم به این که این مشروعیت از مردم چگونه حاصل کنن. دولت طالبان فعلا به زور تفنگ گرفتن، مشروعیت تفنگ به دست نمیده به کسی، به تفنگ مشروعیت بار نمیاره، بلکه این مشروعیت مردم باید بتن. ما میفهمیم که طالبان به موازین دولتداری جهان امروزی سازگار نیستن، اما طالبان را به عنوان ای که اکثریتشان پشتون هستن به یک موضوع ما ای را قبول داریم که یا به اصول اساسی جامعه پشتون که او پشتونوالیست باید متعهد باشن. که این اصول چیست؟ یکی از برازنده ترین اصلهای پشتونوالی جرگه است و جرگه ها است. این مشروعیت بخشیده این جرگه ها بر تمام تصامیم قبیله ها و قوم ها در داخل در سراسر مناطق پشتونیستی افغانستان در طول تاریخ،
ای اصول پشتونوالی را ما نامشه اصول دموکراسی قبیلوی ماندیم. ای قبل از انقلاب کبیر فرانسه که دموکراسی در اروپا وجود داشته باشه، ای وجود داشته و فعلا هم ای ادامه داره، وجود داره. ای موضوع را طالبان به سادگی میتونن ای را چیز کنن، تعامل عملی کنن و بین صفوفشان هم ای جنجال ایجاد نشه. یعنی با ایجاد یک لوی جرگه دولت طالبا که مطابق با اصول پشتونوالی است، با ایجاد یک دولت لوی جرگه خط مش خود که تا حال طالبا اعلان نکردن، این خط مش خود باید اعلان کنن در زمین نظام سیاسی، در زمین حقوق اساسی مردم، در جمله حقوق اساسی زنها. این کافی نیست که بگن ما مطابق شریعت، باید گفته شود چی میکنیم مطابق به شریعت، چون برداشت شرعی بین دو ملا فرق میکنه. بین سه ملا بشه سه نوع شریعت دارن، چهار ملا بشه چهار شریعت بر شما میگن. ما از صحبت نمی کنم از شریعت ملکی و حنفی و شافی و جعفری، او به جای خود در بین همی شریعت حنفی که طالبا با او توافق دارن، هر ملا را، هر مجتهد، هر فقیر که شما بشانین از یک موضوع مشخص تفاوت بیان متفاوت می داشته باشن. بنابراین امی بیان متفاوت را که تمام طالبا با او موافقات بودن، این باید یا در امی ختمش خود بیان کنن. حتی میتونن که کمی یک جلو پیش برن، یک قانون اساسی جدید بسازن، مسودهش را تهیه کنن که در او تمام یعنی مسائل واضح شده باشه، این را به ایلوجرگه پیش کنن و از ایلوجرگه این را چیز بگیرن، از مردم، از ملت صلاحیت بگیرن و منظور بگیرن. در او صورت است که با وجود که ای با اصول انتخابات و اصول دموکراسی لیبرالی تا کاملا سازگار نیست، اما ای یک امتیاز است که ملت افغانستان داره. امی انستیتیوشن لوی جرگه یک امتیاز است که مردم افغانستان داره که هیچ کشور دیگه نداره. کشورهای مختلف حتی انگشت کوچک خود از اسم میتن که یک امکان دهی دولت قانونی دهی کشور وجود داشته باشه. شما بس داده با نظرت امی جا امی قسمت امی لوی جرگه را اگه اینا از افراد خود پر کنن بازم چیزی را که میخواهد نه، خب لوی جرگه او تو نمیشه. لوی جرگه آقای پایمرد طالبا در حتی در 20 سال حکومت خود در گذشته وقتی که به اصول پشتونوالی رسید یا نتونستن به دیرخ نکنن، ترسیدن. تو به حساب لای جرگر دعوان میکنی، تو دیگه در دی ایره میمونی برای رهبرای دی قریه که وا تصمیم میگیرن. طالبا او قدرت ندارن که در دی هم او سبب از این باز میشه که تمام جامعه پشتون بر مقابلشان استاد شد. که این در دیخ و اینمینا همیان هم چیز خود آوردن. بله ای دارن میفهمم، اما یک چیز فراموش نکنین که اصول پشتونوالی اکثرا یعنی در کنار در خارج از شریعت ادامه داره. تمام اصول پشتونوالی مطابق به شریعت نیست و از زمانی که احمدشاه عبدالی مقررنامه یا مقررات دولت خود را نشر کرد، نشان داد که تنها به شریعت اکتفا نکرده برای اداره دولت خود به اصول. بنابراین طالبان نمیتونن که میکار بکنن. این کشور بزرگ کشور است، این 34 میلیون نفر فرهنگ، بله نمیتونه فرهنگ به اصطلاح انگلیسی بلاتن در نظر نگیره. بله ای نمیتونن ای به اصطلاح که ای خو غیر پشتونوخ مخالف طالبا هستن، ده ای شک نیست، ده شک وجود نداره، اما نمیتونه که جامعه پشتون هم کاملا مخالف خود بسازه. بنابراین ای سعیست که میتونه در اون نفوذ کنه، اما باز هم سعی کنین لوی جرگه ها در گذشته اگرچه دولت ها بر نفع خود از او استفاده کردن، اما در مثال های ما داریم که لوی جرگه خلاف نظر حکمران وقت عمل کرده و چیز کرده و در اونجا رای دادن. به طور مثال میگم، حامد کرزی وقتی که معاهده امنیتی با امریکا رو میخواست که رد کنه
لوی جگر خواست، لوی مشورتی خواست، تقاضا داشت که لوی جگر مشورتی ای چیز رد کنه. و در اون زمان عبدالله خود در پای صد پای موزه کرد و خود زمین ها را لغت کرد که زد لایجگه شروع که تبلیغات ای و همقطارهاش و پشتون چیزهایی که در امراه زی بودن که لایجگه چیزی تعهد چیز قدیمی عنعنوی قبیلوی است کالی فسخ شده و در زمان حاضر که شورا وجود داره و انتخابات وجود داره و همه پرسی وجود داره شما چرا میرین به انات قنیمی کونه را میکشین. یعنی یکانه کسی که لایجگه رد کرده او زمان از سیاست نداره عبدالله بود. اما با وجود از این چون فکر میکرد که عبدالله کرزی موفق میشه و معاهده امنیتی امریکا را رد میکنه، اما دیدیم که لایجرگه یه معاهده امنیتی را قبول کرد برخلاف تقاضای کرزی. یعنی مثال ها از او اگرچی در او زمان امریکایی ها پول زیاد دادن به اعضای لایجرگه، اما در این حقیقت پوشیده نمیمانه که این رد کرد، قبول کرد، همین توافقنامه را قبول کرد، پیشنهاد رئیس جمهور رد کرد. و جالب است که بعدها وقتی که عبدالله میخواست کرسی صدراعظم ایجاد کنه یا شروع کردن دوباره آمدن به لایجرگه و تبلیغ میکردن که دوباره لایجرگه را بخواهین که قانون اساسی را تعدیل کنه تا پست صدراعظم ایجاد کنه. شما میبینین که عدم استقرار فکری ای افراد در چی حدود بود. خب منظورم ایست که با ایجاد یک لایجرگه و ایجاد قانون اساسی نو ما حداقل دولت افغانستان یک مشروعیت نسبی کسب میکنه. مردم افغانستان متوجه میشن که یا پالیسی های دولت چی است. حالا ما امروز نمیفهمیم که چی است. امروز هیچ کس در افغانستان و در خارج افغانستان نمیفهمه که طالبان پالیسی در از مدتشون چی است. بنابراین در با ایجاد یک لایجرگه بالاخره این فرصت میسر میشه و این سبب میشه که یک میکانیزم ایجاد شوه که مردم در دولت سهیم شوند که چی گونه این میتونه امکانات شما اثر شوه و نماینده های قشرهای مختلف در این دولت بیاین یا از طریق یک شورایی که خودشون اهل عهد و بله یا او که او میتونه که از طرف اینمی لایجرگه تصویب شوه و یا رای مختلف دیگرم یک گروپ های مشورتی تیم های مشورتی مسلکی را ایجاد میکنن در زمین های اجتماعی، در زمین های تعلیم تربیت، در زمین های اقتصادی چیزا استخراج معادن و غیره که به دولت مشوره بتن. یعنی راه هایش وجود داره اگر دولت طالبا خواسته باشن مشورت ایجاد کنن و از کریم جامعه افغانی از دانشمندا، انجینیرا، متخصصین استفاده کنن، هم ایجاد هم چیزای مشورتی، گروپ های مشورتی، شوراهای مشورتی امکاناتش موجود است که در امون لایجرگه میتونه ایری تصویب کنه که در این صورت که ما اینمی معذلی را که فعلا تنهای دولت از ملاهاست، حکومت ملاهاست، اینمی میتونه بینی خمیر شد. ما خب هر دولت، هر حزبی که در دنیا با قدرت چیزی از خود نفرات خود وزیر ساخته. ما در این سر از این انتقاد سر طالبا کنه نمیتونیم تو چرا وزیر از جمعیت نوردی و از حزب اسلامی گلبدین نوردی از این نوردی. این ما میفهمیم. اما موضوع ایست که در سطوح پایین‌تر از این، در سطوح کارهای تخصصی، اداری و امی اداری دولت باید یک اداری غیر سیاسی باشه که او اداری دولت، اداری وزارتخانه را به دست تکنیشن ها و آدم در کل دنیا است. در استرالیا، در آلمان، در سویدن، در دنمارک، در هر جا دولت ها دولت های غیر سیاسی است. این دولت حکومت، یعنی چیز دولت، میکانیزم دولت این چیز است، غیر سیاسی است، پابلیک سرویس، پابلیک در از امریکا گرفته تا استرالیا این پابلیک سرویس چیز است، غیر سیاسی است که در خدمت دولت وقت که از طریق انتخابات میبره قرار داره. یعنی در تمام سیستم های بله یعنی یعنی باید دولت طالبان این به هیچ بنقصشون نیست، اینه میتونن تامین کنن
سیاست ها رو تعیین میکنن، ولی اداره دولت میکانیزم می خود پابلیک سرویس یاره تطبیق میکنه توسط اشخاص مسلکی. بنابراین ما با اشخاص مسلکی، شورای مسلکی، گروه های مسلکی ضرورت داریم و این فرصت رو پیدا میکنه که هزاران هزار متخصص افغان، دانشمند افغان، استادای پانتون دیگه یا دوباره بیان در افغانستان بتونن سهم بگیرن و سقوط دولت اقتصاد افغانستان، جامعه افغانستان از رفتن به قهقرا جلوگیری کنه. یعنی ما در اینجا در بین یک معضله بزرگ قرار داریم. ما طالبان دولت خوش نداریم، مطابق مولی ما نیست، اما در حفظ نظام افغانستان، دولت افغانستان و رفاه مردم افغانستان اینجا درجه اول اهمیت داره که ما چگونه میتونیم. حالا ما قبول داریم طالب آمده، این طالب ها را من متعقن هستم و در 20 سال آینده کسی نمیتونه عوض کنه، برای دیگه امکانات چه کسای دیگه ندارن، مگر ای که ما بخوایم این مملکت را اق خراب کنیم سر این ملت که باز از خراب های از او هرچی که برآمد. اقدر ما باید غیر مسئول نباشیم که ما این ملت تا به اصطلاح سرش دیو چتشم چپه کنیم که باز حق دایی از خرابه های از او انتظار داشته باشیم یک دولت لیبرالی جفرسونی در اینجا ایجاد میشه. نه خیر، اترام نخواد بود. ما طالبان را نمیتونیم از آدم های لیبرال بسازیم، اما طالبان را میتونیم مجبور کنیم که در همو چوکات تعهدات به اصطلاح فکری خودم که دارن بعض موازینی را مراعات کنن که او نمیتونن رد کنن. خود طالبان از لحاظ علمی، از لحاظ مذهبی رد کنن. موازین بشری که قابل پذیرش برای کل جهان، بله، این را نمیتونن، چون ملل متحد اگر میخواهد در ملل متحد پذیرفته شوه، کنوانسیون هایی را که دولت افغانستان عضو از کنوانسیون هست، از حقوق زن هست، حقوق اطفال هست، حقوق بشر هست، یاره باید پیمان تازه ببنده دولت طالبا، اعلان کنه به صورت مشخص که ما با این کنوانسیونی که افغانستان امضا کرده متحد هستم، با این کنوانسیونی که امضا کرده متحد هستم، در او صورت میتونه و عملا او را کار کنه. خلی سب عزیز، بسیار جات سپاسگزار، به این صحبتتان جهات بسیار زیاد را روشنی انداختین و نقاط بسیار ارزشمند برجسته کردین که نقاط بسیار گریهی است، اما از نظر سیاسی در رابطه با سیاست های امریکا و چین در افغانستان به خاطر اخلال ثبات چین یک نقطه بسیار بارز و عمیق و اساسی بود، و از طرف دیگه در رابطه با این مسئله که چگونه طالب ها باید برسمیت چناخته شد و روی کدام میکنیزم ها بسیار مسائل هست. پامل صاحب گرامی، اگر اینجا از دوستایی که میشنون سوالاشون رو بشنیم دید تا بال نوشته نکدن، وقتی سوال کنن سوالشون بالا میکشیم. بینندگان عزیز، لطفا سوالاتی که دارین سوالاتون رو مطرح کنین، خالی دیسه برای سوالات شما جواب میگن. بله، تا زمانی که سوالات خود دیگه دوستا مطرح کنن، یکی دو سوال دیگه هم دارم مطرح میکنم. خلی سر یکی از مسائل ای است که امتو که شما گفتین در دولت طالبا اشخاص نقش بسیار اساسی دارن، یا دولت طالبا از چند جنایی است تشکیل شده که رو سرش صحبت خود کردین شما، و همچنان افراد اشخاص در اینجا وجود داره که اینا در لیست سیاه است که ملل متحد بر از این فیصله گذاشته بود، یا امریکا و مراجع بسیار بین‌المللی با صلاحیت اینا باعث تروریستان بودن که امنیت کشورهای مهم بر هم می زدن، از جمله فامیل حقانی که از اون برو تقریبا 4 نفر در پستای بسیار اساسی است، و این آدم ها از طرف امریکا عمیقا حمایت میشن. طالبا ما شما میفهمیم که با واسطه پلان آمریکا، تربیت پاکستان، تمویل عربستان سعودی، اسرائیل و بعضی کشورهای دیگه، فرانسه از جمله انگلستان به وجود آورده شد در گذشته 20 سال، بیش از 20 سال. بعدن بنابر هر پالیسی که بود یا در رابطه با مسئله مبارزه علیه تروریسم در سال 2001 نازی کشور کشیده شدند. پس در 20 سال با واسطه از اینکه امریکا اینجا بود و جنگ کرد و بمباردمان کرد و با 52 آمد، میگای بی 52، و این کشور در 20 سال اشغال شد و این کشور زیر بمباردمان قرار گرفت،
بالاخره پس از افغانستان برآمدند و همین یاد طبق یک سناریو آمدند. اما در این سناریو پاکستان مثل گذشته نقش اساسی داشته، نقش داره و امیال تمام کارهای دولت طالبا به اشاره و علامه و هدایت پاکستانی ها صورت میگیره. متقی وزیر خارجه افغانستان یا دولت طالبان به پاکستان سفر کرده بود و در اوجه بنابر خواهشات از اونا و اهداف استراتژیک که در افغانستان داره، ای گفت که ما ضرورت به یک اردوی قوی و بزرگ نداریم، بر ما یک اردوی کوچک کار است و بس. از جمله وزیر تحصیلات عالیش که جدید مقرر شده یا سرپرست رفته بود با پاکستان، این هم از پاکستان بسیار زیاد تقاضا کرد که در تمام عرصه های اقتصادی و سیاسی و نظامی و دولتی و اینان علمی شما برای ما کادر تربیه کنین، بورس ها بتین و مردم ما را تربیه کنین. یعنی که طالبا با مو خط فکری همچون که شما گفتین، با مو عقاید خود و با مو وابستگی خود عمدتاً با پاکستان که مقصد رأسشان است رابطه دارن و اینا آیا میتونن که با امی حالتی که با اونجا هست که پاکستان هیچگاه نمیخواد در افغانستان یک دولت مرکزی مقتدر وجود داشته باشه، آیا اینا دولت مرکزی مقتدر خواهد ساختن؟ آیا طالبان با پاکستان طالبان را میمانه که اینا از دولت مقتدر بسازن؟ آیا از زیر بار طالبان پاکستان طالبان برآمده میتونن؟ یکی از خواستای مردم افغانستان امیست که طالبان اگر افغان هستن و میخواین یک دولت بسازن که برای ملت افغانستان باشه، برای افغانستان و برای اقتدار افغانستان باشه، برای تمامیت ارضی افغانستان باشه، باید وابستگی خود با عمقی که داره با پاکستان قطع کنه و ایسی یک دولت متحد افغانستان بر افغانستان خدمت کنه. شما این وضعیت چگونه میبینید؟ تشکر پایمر صاحب. پاکستان شما قسمی که شما گفتین در از گذشته تاریخی ایجاد به اصطلاح جنبش طالبان همه خبر دارن، ای در مطبوعات واضح نشر شده که ویدیوهای زی وجود داره که چگونه بی‌نظیر بوتو ایره توضیح میکنه. قسمی که شما گفتین که ما با کمک سعودی، امریکا و انگلستان ما ایره ایجاد کردیم طالباره تا منافع طالبا و امریکا و کشورها را در منطقه و در افغانستان تامین کنند. به خاطر داشته باشیم که در اون زمان در افغانستان سالهای 1995 و 94 است که قصهش که ایجاد شدن، که در اون زمان در افغانستان انرشی جهادی حکومت میکرد، حکومت اصلا نمیکرد، یک ملک توافی ایجاد شده بود، در هر ده و قریه یک قماندان جهادی ششته بود، از مردم در شهرها پول میگرفت، تقل عبور میگرفت و این حکومت خود ادامه میداد در قندار، در مزار، در هر جای امی ملک و توافی بود، اصلا دولت مرکزی وجود نداشت. و امریکا در اون زمان میخواست که از ترکمنستان گاز و نفتش به پاکستان و هند انتقال بده و کمپانی یونیکال در این قسمت فعال بود و این میخواست که چیز کنه و امی آقای خلیلزاد و امی آقای کرزی یادمو چیز بودن، در امو پروژه شریک بودن، در امو شریک بایس مشاور و بایس کاتب و غیره در اشتراک داشتن، فسیلیتیتر و غیره اشتراک داشتن که از زمان یا شناخته شده بودن توسط مقامات امریکایی. اما ای و سبب می شد که با ایجاد طالبا ای امنیت به اصطلاح در شهرهای بین بسپین بولک و ترغندی ایجاد شود و طالبا ای شرایط ایجاد کنند. اما بعدا متوجه شدیم که افکار آمد در امریکا مخصوصاً با رفتار زشت طالبان در مقابل زنها سبب ازی شد که افکار عامه در امریکا بر ضد طالبان شوه، ولی حتی طالبان در امریکا دعوت کردن، رهبرها زیار هستند در امریکا، با مردم هم صحبت میکردن، با دولت هم و با مقامات و با کانگرس یا، اما بالاخره افکار عامه بر ضد ازی شد و دولت امریکا را ناگزیر شد که از ادامه کار یونیکال یا صرف نظر کنند. خب این گذشته بود. یعنی ما خبر داریم که چگونه
بی نظیر بوتو میگه در سخنهای خود نشته، میگه که ما دمی پیشنهادهایی که برش شده بود از طرف امنیت سازمانهای امنیتی پاکستان که چقدر پول کار دارک ما یک گروپ سیاسی تازه را بسازیم و وار مجهز بسازیم و به افغانستان روان کنیم قدرت بگیره، و گفت اگرچه پول هنگو بود ولی ما ای را قبول کردم، امضا کردم ایره، و طالب ها ایجاد شد و آیا رفتن ذخایر گلبودین حکمتیار که قرار بود بر گلبودین بتن و در سپین بلدک در صوفای زیرزمینی یار مانده بود به هزاران هزار قبضه سلاح و مهمات و چندین هزاران تن مهمات بود یار به طالب ها دادن، و این طالب ها سبب شدن که دولت افغانستان به سرعت بگیرن و تا بسیاری منطقه بدون جنگ بگیرن، چون مردم افغانستان آنقدر از این حکومت جهادی مجاهدین بیزار شده بودن، از میخ زدن ها در سر سرها و از کانتینر سوزندن ها متاثر شده بودن و از بیناموسی که در جریان بود که یا طالب ها را به سراد آغوش باز قبول کردن. خب این گذشته طالب ها بود، اما موضوع ایسته که آیا طالبا فعلا دولتش در افغانستان چقدر میتونه منافع پاکستان تنظیم کنه؟ در اینجا موضوع این موضوع مهم است، ورزی که پاکستان به اساس گفته های صدر اعظم های پاکستان و رئیس جمهورهای گذشته پاکستان مثل مشرف، مثل غلام رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان، یا پاکستانی ها میگن که ما بعد از 10 سال جهاد یا 15 سال جهاد کمک به جهاد افغانستان بر ضد اتحاد شوروی و خود دولت نجیب الله ما هیئی حق به خود کسب کردیم که کسی را که می خواهیم بهترین دوست خواهد در افغانستان در قدرت باشه، و میگن که ما منافع استراتژیک خود باید در افغانستان این دولت باید چیز کنه، تأمین کنه، و این منافع استراتژیک پاکستان در افغانستان چیست؟ منافع استراتژیک برای پاکستان جنگ افغانستان، اوضاع افغانستان وابسته مستقیم با اوضاع کشمیر بستگی داره، با اندوفوبیا بستگی داره. در پاکستان یک اندوفوبیا وجود داره، یعنی از ترس از هندوستان وجود داره. در 70 سال گذشته ملت پاکستان قربانی اینمی اندوفوبیا شده که هیچ مفادی برای پاکستان نورده، تنها مفادشی بوده که در اردوی پاکستان سبب شده که ملت پاکستان گروگان بگیره، اردوی پاکستانی شده که تمام کشور پاکستان در اختیار باشه، یعنی در دیگر دنیا کشورها یک دولت دارن ولی در پاکستان سبب شده بعد از 700 سال اردوی پاکستان یک کشور داشته باشه. به این خاطر این ادامه داره این سیاست در پاکستان. پاکستان افغانستان فقط از یک چشم میبینه، از چشم اندوفوبیا میبینه، و هدفش ایست که نفوذ هندوستان در افغانستان به صفر تقلیل بده، و اگر قرار باشه حتی با سفارت هم نداشته باشه. اما بالاخره زیر واقعیت های سنگینی، واقعیت های جهانی و قدرت هند در سطح جهانی، سطح بین‌المللی و سطح منطقوی به این نتیجه رسه که نمیتونه به این کار نائل شود، و بالاخره به این پایین شده که تنها هندستان میتونه یک سفارت در کابل داشته باشه و بس، هیچ کار دیگه نه، هیچ قنسولگری در جلال آباد، در قندار، در خوست اینجا نمیتونه داشته باشه، و بنابراین و هیچ دیگه فعالیت ها را باید منع شود. این کار شما میبینین که حتی کمک گندم را که هند روان کرده در بندر واگا پاکستان استاپ کرده. شما فکر کنین که اندوفوبیا پالیسیش در پاکستان چقدر مسلط است که حتی یک کمک چند صد تن گندم یا جزیه ندادن که از راه بندر واگا به افغانستان بیاره، در می حالتی که افغانستان مردمش از گشنگی میبرن، و در این حالتی که دولت پاکستان به اصطلاح پروتیجای خود در قدرت داره در افغانستان و باید تیر تقویه کنه. از این خاطر دولت طالبا برای پاکستان بسیار مهم است. برای این کار و خود پاکستان اگه به خاطر داشته باشیم از مذاکرات دوحه طالبا با آمریکا راضی نبود در اول. به این صورت راضی نبود.
و چون پاکستان در اینجا کنار گذاشته شد، امریکایی‌ها مستقیم شروع کردن مذاکره با طالبان نه از طریق پاکستان. پاکستان همیشه میخواه مذاکره با طالبان و معامله با طالبان از طریق دولت پاکستان صورت بگیره، از طریق آیسای صورت بگیره با زبان دیگه. اما بعدها طالبان کوشش کردن که دولت پاکستان رو متقاعد بسازن که نخیر ما منافع تو را در نظر میگیریم در این مذاکرات. اما در عمل دیدیم که پاکستان هیچ اعتماد بالای ملا برادر و گروه از این نداشت. ملا برادر 8 سال در زندانهای پاکستان بود. برای چی در زندانهای پاکستان؟ برای اینکه ملا برادر 8 سال قبل از او مذاکرات خصوصی را ایجاد کرده بود با حامد کرزی رئیس جمهور وقت افغانستان. و ایره آیسا خبر میشه، پاکستان خبر میشه، فوراً ملا برادر را میگیره، زندانی میکنه. 8 سال در زندان پاکستان میباشه. برای اینکه چرا بدون اجازه آیسای مخفیانه به شروع کرد به مذاکرات صلح با حامد کرزی. و تنها وقتی که امریکا در دوحه شروع کردن به مذاکرات با طالبا، زیر فشار هیئت طالبا، امریکایی ها از دولت پاکستان تعهد گرفتن که ملا برادر را آزاد میکنن. بعد از فشار زیاد امریکا، پاکستان ایر آزاد کرد و یادم آمد ریاست هیئت در دوحه به عهده گرفت. و اما پاکستان خو یادش نرسته، پاکستان خو بالا یادم اعتماد نداره کسی را که 8 سال در زندانش بوده. بنابراین اولین کاری کرد که روی حقانی روان کرد، جا به جا کرد در کابل و با مجرد که فرصت میسر شد کودتا کرد، دولت گرفت. به اصطلاح در کودتای داخلی بنی طالبان انجام داد و قدرت بر گروه حقانی. وقتی میگیم گروه حقانی یعنی کسایی که از یک فامیل نیستن، کسایی هستند که از مکتب حقانی مدرسه حقانی فارغ شدن، از اون لحاظ یا سر خود تخلصهای حقانی رو مانده میرن، اگرچه بازشان خیشا هستن اما در مجموع تعریف همیست. یعنی یار به قدرت هستن، این کسایی هستن که با هیچ با امریکایی تعهد ندارن ولی تعهد از یا با پاکستانی هست، نزدیکتر با پاکستانی هست. و همچنان یا گروش کردن که از گروه کویته در اینجا که امی ملا حسن آخوند اونجا رهبریش داشت او را بگیرن برن. او اگه آدم بیدان و بیزبانه که شما شنیدین، چند روز پیش بعد از 4 ماه صحبت کرد اما چیزی نگفت. گفت مردم افغانستان گفت که شما هر چیزی میبینین از تقدیر خودتان است، اگه چیزی هم تقاضا داره از خدا سب تقاضا کنین، ما بی‌غرض و بی‌گناستیم، ما نده اوضای خوشحالی که ما دست داریم و نده اوضای بد اقتصادی دست داریم، از خودتان تقاضا کنین، از خدا سب تقاضا کنین در آینده. بنابراین نور ما دیدیم که تردیدش طرز تفکرش. بنابراین پاکستان چی میکنه؟ اما پاکستان یک سیاست سینیستر در انگلیسی میگن، سیاست شیطانی دیگه را به کار برده. یک گروه دیگه را ایجاد کرده بین طالبا. یک گروه جدیدی را ایجاد کرده که به نام گروه هلت میگن، رحمت میگنم، یک چیز هست ببخشنم، یا نامش از یادم رفت، گروه است که این گروه را از بین اینمی فعالین طالب، فعالین جوان طالب ایجاد کرده، مجهز ساخته، تربیه کرده تا این را در آستین داشته باشه و طالبا را بترسان. بله 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 بله، که هر وقت که اگر شما کدام از چیزای ما تخطی کردین ما اینی گروه رو میاریم به قدرت میرسانیم. یعنی پاکستان هنوز هم ای به اسلام و تارای چیز اختیار خود دارن، اما احرام در اختیارشان است و هر وقت خواسته باشن به نفع خود ایره تغییر میتن. ایره پاکستان شما دیدیم که وقتی که هند چند وقت پیش، یک 20 روز پیش، یک ماه پیش، یک جلسه امنیتی را بین رهبرای سازمانهای امنیتی کشورهای بزرگ و منطقه در دیلی ایجاد کرد، پاکستان دوش چرا نکرد، اما پاکستان در عین زمان جلسه سیاسی دیگه را بر ریاست وزیرای معاونین وزارت خارجه یا یمی کشورها ایجاد کرد که اهمیت کنفرانس دیلی را چیز کنه، از بین ببره. خب یعنی این سیاست پاکستان در اینجا دوام داره و پاکستان به غرب امیر گفته میره که اگه شما چیزی میخواین از طالبان از طریق ما پیش برین، اگر شما میخواین کمک هم رسانی هم کنین از طرف ما برین، ما تجربه داریم، ما یک قسمت امکانات داریم و ما و قسمی که شما فرمودین خود طالبان حال
بدبختی است که عدم همکاری جهان غرب با دولت طالبان این خطر داره که دولت طالبان را ما پش کنیم، به زور به آغوش پاکستان زیادتر چیز کنیم. خالدی سه با معذرت، امو زمان هایی که به اصطلاح جهاد علیه دولت افغانستان در زمان جنگ سرد شروع شد، آیا کدام تعهد امریکا برای پاکستان نداره که امو زمان تعهد گرفته باشه که من این جهاد پیش میبرم، در افغانستان حکومت از بین میبریم، این جهاد علیه شوروی ها و علیه حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان ادامه میدیم، در صورت که جهاد پیروز شد دولتی که ساخته میشه همیشه تحت قیمت ما باشه؟ آیا امریکا چنین تعهد رو او زمان کرده بودن؟ بعد این درست است، ای اگر به خط و کاغذ نورده باشن اما این تعهد وجود داشت، برای اینکه امریکایی ها بعد از ختم جهاد بستری خواهی جمع کردن رفتن و هیچ حتی بندازی رفتن. یک فیلم را وجود داره شما دیده باشین که یک سناتور امریکایی چقدر کوشش میکنه، کمک میکنه که به دولت طالبان کمک برسانه و این موفق میشه، 250 میلیون دلار به صندوق طالبانی به مجاهدین کمک در زمان کمک شوه و امریکا رو میکشانه برای کمک به مجاهدین و این آده سبب میشه که استینگره بته به مجاهدین. یا و وقتی که سقوط میکنه دولت نجیب الله و مجاهدین به کار میشن، روی کار میشن، یادم خودش میگه یک شش ماه بعد از او ای یک مکتب میخواست در کجای افغانستان تمویل کنه با 2 میلیون دلار کار داشت. از دولت امریکا میخواه که برای من 2 میلیون یا چند میلیون دلار بده که من این مکتب رو یارچه میکنم. دولت میگه نه دیگه، میگه پشتش گم نگه و خودشان میفهمن کار چی کنن. یعنی این فیلم وجود از این ساخته شده در سینما وجود بود که بعد از سقوط حاکمیت امروز یک فضای وحشت و بربریت به یک کلاس ریکی دیگه خود بزنن. شما انتظار نداشتن که امریکا یک کشور پلان مرکزی است و هر چیز یک پلان میشه و روی کاغذ، نه او تو نیست. امریکا یکانه چیزی که اعتقاد نداره به پلان است، به هیچ چیزی که به پلان، مخصوصا پلان های دراز مدت اعتقاد نداره. در دراز مدت امریکا به یک چیز اعتقاد داره، این که حاکمیت مطلق است نظام امریکا بر جهان، این نمی یکانه چیزشان است. پلان تنابه در وسط از این هر چیز دیگه ابن الوقت است. دشمن و دوست امریکا دائمی نیست و این نظر به روز تغییر میکنه، نظر به شرایط زمان تغییر میکنه و سیاست ها یا هیچ وقت به سیاست های دراز مدت عقیده نداشتن. سیاست های دراز مدت از این همیش در نوسان بوده، در مقابل اوکراین، در وقت کوریا، جاپان، هر جایی رو میبینین این بوده. بنابراین بله معامله کردن، تعامل کردن. آقای پایمرد، من خدمتون رو مرز کردیم، من فقط 20 دقیقه دیگه در خدمت شما هستم. سوال جناب نجیب شمال، جناب دکتر صاحب، در صورت که امریکا پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد نکند، طالبان چی گزینه دیگر دارند تا مردم را از نگاه اقتصادی کمک کنند و از سقوط بیشتر اقتصادی کشور جلوگیری کنند؟ من میترسم که بسیار امکاناتشون محدود است. امیال در غیاب امی پولایی که دولت افغانستان، طالبان به مشکلات زیاد اقتصادی مواجه شدند. حتی افراد خود در ولایات و ولسوالی ها در بسیار جای دیگه نمیتونن تغذیه کنن، نمیتونن حتی ماشو نبتن. حتی دیده شده که به افراد خود گفتن کمی چیزا تانه، نان شب و روز تانه از قریا چیز کنین، مثل ملاواری کسب کنین. بنابراین میبینیم که طالبا هم در وضع بسیار خراب قرار گرفتن، یعنی امکانات برای بسیار کم شده. وقتی که شما تجارت نشته و حتی بنادر باز نباشد، تجارت خب با سیالت پولی میشه. وقتی که شما یک تاجر نتونه لیتر آف کردیت باز کنه در مقابل یک خریدی که میکنه از خارج، او نمیتونه پرداخت کنه در خارج جنسی که میخره، همچنان نمیتونه صادرات کنه وقتی که ای امکانات بانکی وجود نداشته باشه. حتی فکر میکنم که امریکا طالبان از سویفت بین المللی هم چه بانکی
قطع کردن برای طالبا. بنابراین این اقتصاد خارجی افغانستان بالکل راکت. ما میفهمیم که در گذشته ها، از گذشته ها تا زمان زارشو به طرف اکثریت عواید دولت افغانستان از رای گمرکات میامد. وقتی شما تجارت نداشته باشین، گمرک نداشته باشین، شما هیچ عاید از خارج ندارین. بنابراین عواید داخلی خود این شرایطی که در جنگ در افغانستان بود، عواید از زمین و از زراعت و از منابع دیگه بسیار کم بود. اگرچه طالبا در زمانی که پیش از اینکه به قدرت برسن، در مثال گذشته سال 2020، از منابع داخلی 1.5 میلیارد دلار بودجه دیا بود، عواید داشتن. اما همیا مال محدود شده، چون اول عرض کردم که پیش خویی از کجا می گرفتن؟ از جزیه می گرفتن سر تاجرا، از تکس می گرفتن، از زمین واردات، از صادرات می گرفتن، فروش مواد معدنی بود. حالا خب کل از این ساقط شده، مانده در جای خود. از این خاطر امی منابع عایداتی طالبا هم کم است و امکانش کم یا هیچ چیز ندارن. یعنی طالبا ضرورت عاجل دارن که دروازه ها باز شوه، تجارت با کشورهای همسایه شروع شوه، منابع بانک ها دوباره فعال شون. در غیر از او این دولت و این کشور سقوط میکنه. بله، زنده باشین. آقای عنایت محمد زید سوال کرده که آیا در برابر راشدن پول منجمد به رسمیت شناختن طالبان چی امتیازات میخواین؟ طالبان خود امتیاز امیری میخواین که پولا از انجماد برای یعنی دیگه کشورها چی امتیازات میخواین؟ دیگه کشورها امتیازاتشون ایست که تقاضاشون ایست که در افغانستان دولت طالبان نشان بده که مشروعیت دارن، از جان مردم افغانستان مشروعیت کسب کردن. و دیگه ای که به حقوق اساسی مردم یا حقوق پایبند باشن، یعنی اساسی ترین حقوق مردم ها که حقوق مثلا زناست، حقوق تعلیم تربیت زنان و حقوق کار مراعات کنن. این کار را نکردن طالبا. یا همچنان گفتم که مشروعیت در مردم، یعنی در دولت قشرهای مختلف جامعه را سهم بسازن و با تعهدات بین المللی در قسمت مثلا تروریسم توافق کنن. هندوستان میخواه جنوب شرقی قسمی که در صحبت های شما و آقای سلطان توضیح شد، جنبش های جیش محمدی و جنبش حدیث و غیره پاکستان که بر ضد کشمیر است در هند، او را مانع شوه. پاکستان میخواه جنبش طالبان پاکستانی را محدود بسازه، فعالیت هاش در پاکستان، و همچنان جنبش خراسان اسلامی خراسان ثابت چیز کنه، جلوش بگیره. همچنان امریکا میخواه القاعده را جلوش بگیره، در حال که القاعده از دوستای نزدیک طالب هستند. چینایی ها میخواهن که جنبش ترکستان شرقی را مهار کنه، چیز میخواه ازبکستان میخواه که از جنبش اسلامی ازبکستان جلوگیری شه، همچنان تاجیکستان میخواه که از جنبش منحلی و حزب منحلی اسلامی تاجیکستان در افغانستان فعالیت جلوگیری شه. این تقاضا حداقل یعنی امکاناتش مؤثر شه بر جهان که بتونه نظارت کنن که طالبا این کار میکنن. موضوع سر میکانیزم این همین نظارت است که امریکایی ها میخواهند از طالبا که اجازه بده که همین درونا یا چیزای امریکایی، طیارای بی‌سرنشین امریکایی بتونه این کار از فضا افغانستان آزاد باشن که بگردن و این نظارت انجام بدن. پاکستانی امریکایی تعهد از پاکستان گرفته که طیارا از خاک پاکستان، از فضای پاکستان میتونن عبور کنن، از بحرین، از بحری هند و از خلیج عمان میخیزن و از پایگاه هند پرواز میکنن، این کار بکنن. دیگه امید تعهدات را که جامعه بنونی از پاکستان از طالبا میخواه این امید مسائل است که این امید امکانات کمک بر مردم، یعنی کمک های به جامعه بنونی را دولت طالبا تسهیل کنه، یعنی با موسسات بین‌المللی مثل یونیسف و یونسکو و ورلد فود پروگرام و UNDP و غیره و USAID و یا اجازه بده در افغانستان فعالیت کردن رد کراس، مدیسین لفرانس یا اجازه بده
که در افغانستان یا به اصطلاح دوکان باز کنن و یا در افغانستان بتانن فعالیت امی کمک‌ها را مستقیم بر مردم افغانستان برسانن. این می تعهدات است که دولت امریکا با این تعهدات از طالبان بگیره. این می شود. بفهمید. سوال شما خانم علومی. زنده باشید. سوال شما خانم علومی. خانم علومی خالدی صاحب سلام به شما. نظرتان در رابطه با فرمان ایبت الله در رابطه با زنان که 3 روز قبل صادر شد چیست؟ آیا معنی این فرمان یخشکنی آهسته آهسته شروع شده تا بعدا زنان اجازه درس و کار را پیدا نمایند زمینه شناخت بلمه طالبان می اثر گردد؟ نه خیلی نایی جان من فکر نمی کنم اگر اون چیز گفتنی می داشت در مورد حقوق زن حقوق کار و حقوق تحصیل در گپای خود می گفت اما دیدیم که در مگپا هیچ چیز تماس نگرفت. این فرمان در حقیقت در ذات خود هیچ چیز نوده ای گفته نشده. این فرمان در وقت زایشان وجود داشت، در وقت داود خانم بود، در وقت مجاهدین هم بود، در وقت دکتر نجیب هم بود، در وقت این وجود داشت، این احکام شریعت در محاکم افغانستان مریول اجرا بود. در تمام طول تاریخ افغانستان بوده، این چیزا وجود داشته. ای که کدام مواد از این کمتر سرش تاکید صورت می گرفت آل موضوعی است که شاید مثلا اینمی بدل دادن یا ازدواج اجباری چیز کنن یا جلوگیری کنن و یا من فکر میکنم زیر فشار خود طالباست برای که شما میفهمیم که فعلا در جامعه افغانستان تعداد به اصطلاح بیوه ها بسیار زیاد است و این بیوه ها امی طالب و کال به قدرت رسیدن این را شما میفهمین که من دیروز یک کسی برای من فکر میگیم شما روان کردین یک کلپی که دو هم یک ملای صحبت میکنه راجع به هور در بهشت صحبت میکنه و این هور و از انار صحبت میکنه و از دیگه چیزا صحبت میکنه و از با این جوان های کششته این را میشنوند بله این از جوان های کششته این را میشنوند گپای زیر از طالب ها دانای واز بیچاره میشنوند که این هورا ای خود میبینن که در جامعه امروزی خود محروم هستن از هورا یا نه پوصلات اقتصادی را دارن نه امکانات را دارن که به هورا برسن یکانه رایی که باقی میمونه در جنت است و آدم میه که بر مردم های دیگه نیست برای جوان های که کمرای طالب هست این محسن است خب ما این رو میبینیم که اینمی فشار که فعلی در اطراف افغانستان از طرف اینمی قوای طالبا وجود داره که به این هورا زمینی دسترسی پیدا کنن امی موضوع است که یعنی برای که از این جلوگیری شوه امی فرمان در این قسمت تاکید کرده که اینی را امکان کم کنه که طالبا نرن در جای بزرگ مجبور بسازن این زنها را نکاح کنن برای خود یعنی او ایدئولوژی او مجاهدین و امروز طالبان کن فرق نداره اما من فکر می‌کنم اگه یگانه چیز مثبتی که در این فرمان وجود داشته باشه همین موضوع است سوال دیگر می‌بینیم سوال محترم کاکر صاحب خالدی صاحب آقای کبیر کاکر سوال داره سلام دکتر صاحب عربستان خواستار کنفرانس کشورهای اسلامی برای کمک به مشکلات افغانستان شده است چه کمک را از تدبیر این کنفرانس میتوان داشت بله میتون داشت میتون مثلا پیشتر موضوعی شد که اگر امریکا پیسه پولای افغانستان همون انجمال دزیره از بین نبره به اسرائیل آزاد نکنه این چیگونه میتونه طالبا چی راه دیگه داره این یک راه دیگه شد کشورهای اسلامی به اسرائیل Organization of Islamic Countries این میتونه همی الترناتیف ایجاد کنه یعنی ما اینجا هدف کشورهای جهان ای باشه که اقتصاد افغانستان از سقوط نجات بتن منظور این نباشه که دولت طالبا را به اصطلاح حمایت کنن حمایت از دولت طالبا یک چیز مهم است من امیر دیروز در همین مصاحبه با تلویزیون افغانستان انترنشنال هم گفتم ای که دولت طالبا هر چیز است عقب گراس عقب مانده است قرون وسطایی است این ما چک نداریم اما فاسد نیست این دولت تا میتونیم سرش حساب کنین که فساد نمیکنه با پولایی که در اختیار بر کمک بر افغانستان در اختیار بانکای افغانستان قرار میگیره من بازم این تاکید کردم که پولای منجمد شده افغانستان وقتی به افغانستان داده میشه مفهومیش نیست که به دولت طالبان داده میشه مفهومیست که این سیستم بانکی افغانستان دوباره زنده میکنه
یعنی جامعه جهانی میتونه مکانیزمی را ایجاد کنه، نظارت کنه که پولایی که به افغانستان بانک میره، به بانکای شخصی و خصوصی در افغانستان میره، این در راه اقتصاد افغانستان، صادرات افغانستان، واردات افغانستان و همچنان پرداخت معاشات مامورین، پرداخت معاشات معلمین، پرداخت معاشات اهل صحی و یا به کار بره. یعنی این بسیار ساده است، این میتونن تضمین کنن، این میتونن نظارت کنن که و این نظارت میکانیزم نظارتی میتونه ایجاد شوه. بنابراین طالبان را من یقین دارم چون یک دولت فاسد نیست مانند مافیایی که در دولت گذشته بود، میتونیم سر ازیا حساب کنیم که امی پولا حیف و مل نمیشه. خب خلدیسه با مذارتم و 500 میلیون را که از ذخایر منجمد شده افغانستان قرار است بتن و یا یک میلیارد و چقدر دگیره، پیشنهاد یا نظر شما چیست که امی از کدام مجرا داده شد؟ شما پیشتر گفتیم که اینا میخواین از طریق بانکای شخصی افراد و سرمایه‌دارا و تجارا و یا افرادی که چون رابطه داره از طریق از اونا توزیع کنه و او طریق نادرست از نظام مافیایی رو بوجود میه. او راش نیست. ما عرض کردم که این 500 میلیون از امو پیسی 1.5 میلیارد دلار ریکانستراکشن تراست فند است در پیش بانک جهانی است، ولی پولای این منجمد شده موضوع جداگانه است. یعنی پیشنهاد بحرانی کمیتون بحران بین المللی است که شما از یک مقدار یک بخشی از این پولای منجمد شده را به بانکای افغانستان بتین که بانکا از خود سیستم بانکی افغانستان سقوط نکنه دیگه، از بین نره کاملا، ای دوباره فعال شوه که یا بتونن معاشای ماموری نبتن معاشای دیگه. و دیگه از طرف دیگه 500 میلیون دلار که از کمک های از در بانک جهانی نگهداری میشه، از 1.5 میلیارد دلار تراست فند افغانستان، ریکانستراکشن تراست فند افغانستان، ای از طریق یونیسیار، یونیسف، یونسکو، WHO یا و World Food Program ای انتقال شوه. این موسسات که انتقال میکنن، ای هر کدام از این موسسه از خود میکانیزم های نظارتی داره. یونیسف مثلا، یونسکو، یونیسیار یا UNDP یا کلشان از خود سیستم نظارتی دارن یا قابلیت از ایله دارن که نظارت کنن در افغانستان از مصرف از این پولا. و ای کاملا مخالف چیز است، ای فرق میکنه از ای که با از طریق مراجع خصوصی داره شد. مشکل در اینجا چی است آقای پایمرد؟ مشکلی است که امریکا به هیچ چیز دولتی در دنیا معتقد نیست. امریکا ما سخنهای چیز تکرار میکنه میجه سخنهای جان بولتون مشاور امنیت ملی چیز بود، رئیس جمهور ترامپ بود و قبلا نماینده امریکا در ملان تایید بود. این آدم یک ماه پیش با ما در یک کنفرانس زوم اشتراک کرد، از دفتر خود اشتراک کرد و ما این بر ما مستقیم گفت به می شورای همبستگی افغان خارج از کشور یک کنفرانس زوم ایجاد کرده بود، ایر دعوت کرده بودیم ما و ای همراه ما صحبت میکرد و ای واضح گفت ما علاقه نداره امریکا که از طریق ملل متحد کمک ها بره به افغانستان. ایر واضح یادم گفت چون ملل متحد ناگزیر از دولت ها ساخته شده، در ملل متحد موساد خصوصی شامل نیست، دولت ها شامل است. بنابراین ملان تایید از طریق مجاری دولتی مجبورن عمل میکنه و وقتی که از مراجع دولتی عمل میکنه، هر موسسه ملان تایید، هر سازمان جداگانش هم در افغانستان مجبور است با هم دولت طالبان در این قسمت همکاری کنه، از او کمک بخواهد. بنابراین اینجاست که یک تضاد بزرگ وجود داره. چرا کمک ها به افغانستان نمیرسه با وجودی که وزارت خانه داره امریکا letters of comfort چیز کرده، صادر کرده، لیسانس ها داده به این موسسات مختلف؟ ایست که امریکا میخواهی از طریق مراجع خصوصی به حساب های بانکی اشخاص و گروه های خصوصی افغان در خارجی سرازیر شوه و او به افغانستان ره که دوباره احیا کردن فساد است و این پول در دیگه افغانستان نمیبینه. بنابراین موضوعی است امی قسمت پس یک بار بار از یک فوزه جان جواب دادین، من این سوال تکرار میکنم یک بخش. فوزه جان نورزه سوال کرده که در افغانستان آرد
از طرف VFP خیانت جدید برنامه جهانی غذا به نسبت از این که VFP یا گندم توزیع شده در ولایت تخار توسط کیفیت پایین آن نتوانست نان بپزند، ناگزیر به مواشی خود خوراندند. افسوس، آیا سازمان ملل متحد با این خیانت آشکار رای خود را میخواهد در افغانستان جلو آشکارای خود میخواهند در افغانستان جلو فاجعه انسانی را بگیرند و یا فاجعه بیشتر را به بار میارند؟ ما والا از این واقع خبر ندارم، اما شاید این جوالای گندم نکنه که امو چیزایی که باشه که صرف هندستان داده شده و این چندین ماه در بنادر در واقع و اینجا منتظر بوده و زیر باران و دیگه یا خراب شدن یا در بنادر دیگه یا ذخیره شدن یا موجود بودن تا زمانی که بر مستهلک رسید یا چین شده خراب شده باشه، بله امکان وجود داره، امکان زی وجود داره. یعنی باید خب ما یک اعلامی همچنین دولت طالبای که از وظایف شامی است که مثلا اعلان کنه چرا این گندم خراب بود، چرا شد این واقع، چرا اتفاق این گندم از کجا آمد و فود پروگرام ایره اعلان کنه که در کجا ما ایره ذخیره کردیم، از کجا خریدیم، از کجا آوردیم، در کجا ایره ماندیم، این چرا خراب شد. ایره باید واقعا دیده شد که تکرار نشه. خالدی صاحب یک سوال اخیر عمدتاً شما به حیث یکی از یا اساساً بنیانگذار امی شورای سراسری مهاجران افغان در خارج کشور هستین و سالهای سال در این زمینه کار بسیار پیگیر کردین و در عرصه جهانی، عرصه ملل متحد و سایر کشورها، اتحادیه اروپا و مجامع حقوق بشر تلاشای کردین، لابیگری کردین، از حقوق مردم افغانستان دفاع کردین. در شرایط کنونی از نظر شما وظیفه دیاسپورای افغان در اروپا و در مجموع جهان چی است؟ ما در مجموع این مردم که متخصصین هستند، دانشمند هستند، تحصیل کرده هستند و در این کشورها زندگی میکنند، وظیفه مجموع روشنفکری افغانستان و دیاسپورای افغانستان در خارج از مرز چی است در شرایط کنونی؟ تشکر سپ پایمر گرامی. امی پاسخ آخر ما خواد بود، باز از خدافظی میکنیم. ایست که پس تمام دوستا خواهش میکنم کسانی که علاقه دارن نسبت از این که یک کم بحث کنیم در مورد از این که بعد صحبت خالدی صاحب ما هستم در مورد این که وظایف رسالت نیروهای روشنفکر در شرایط کنونی چی است. با اون روز در یک بحث که خالدی صاحب یک کس به نام اندر گپای داشت به دوز امین صحبت دارم، کسانی که علاقه داشته باشن لطفا بحث ادامه بدن. بله محترم، ما امی شورای همبستگی افغانای خارج از کشور دو سال قبل ما پایگذاری کردیم، بعد از مشوره های زیاد یعنی مستقیمی که ما با سفرها به امریکا با اول داخل استرالیا و شهرهای مختلف انجام دادم، با گروپ های مختلف افغان ها صحبت کردیم، مشوره کردیم، بعد از امریکا رفتیم در شهرهای مختلف صحبت کردیم با افغان های مقیم امریکا، بعد از اروپا آمدم در آلمان، در اتریش، در آلمان، در هلند، در بلژیم، در انگلستان با گروپ های مختلف افغان ها صحبت کردیم، جلسات مختلف جریان ازیا تمامش در یوتیوب اینجا وجود داره، صحبت هایی که شده تعداد زیاد شما موندیم و نتیجه ای شد که ما یک شورا را به هم به توافق تمام فعالین افغان در اروپا و امریکا اونجا ایجاد کردیم که نامش ما دیم شورای همبستگی افغانه خارج از کشور. و هدف این شورا چی بود؟ هدف این شورا در سطح جهانی لابیگری به نفع مردم افغانستان بود، به نفع ارزش های دموکراتیک در افغانستان بود، به نفع کمک به ادامه یک دولت یعنی متکی به نظام قانون اساسی در افغانستان بود، کمک در تأمین قانون در افغانستان بود، حکومت قانون در افغانستان بود، کمک در همچنان افشای فساد بود، افشای اعمال مافیایی بود، افشای تمام گروه های که به تضعیف دولت افغانستان میکشتن بود. همچنان در سطح جهانی ما از پروپوزل های پیشنهاد هایی که صورت می گرفت که در مورد صلح افغانستان یا حمایت میکنی یا مخالفت میکنی، به طور مثال در وقتی من در لندن بودم در وقت می قرار بود ترامپ در بخواه رهایت طالبان را در کمپ دیوید و همچنان اشرف غنی را در اونجا و معاهده را با او امضا کنه
و ما وقتی خبر شدیم فورا یک مستقیم یک نامه بر عنوانی ترامپ نوشته کردیم و این مستقیم روان کردیم به قصر سفید یک درست قبل از این واقعه و دو توضیح کردیم استدلال کردیم که اگر امضای شما توافقنامه با طالبا اینمی امکانات را وجود میاره که ما امروز در افغانستان میبینیم، اینمی حالت را وجود میاره که ما امروز در افغانستان میبینیم. ما ترامپ در اون وقت از این آگاه کردیم و ما کپی از این حتی به سفیر افغانستان آقای فیران در مسکو سفیر هستن به او دادم و سفیرم دیدم در خود لندن لطف کرد مرا ملاقات خواست و کپیش بارزی دادم و اتفاقا دو روز بعد ترامپ امی توافقنامه را رد کرد. ما نمیگیم که این نظر ما بوده ولی ما امیدوار هستیم که در اینمی تغییر فکر نقش داشته باشد چون به موقع بود. ما برش توضیح کردیم که عواقب از این کار تو چی میشه و عواقب که امروز واقع میشه. بنابراین هدف ما ایست که اینمی نوزتای افغان ها در خارج چی داخل شورای افغان های خارج از کشور کال اسمش تغییر کرده به نام افغان گلوبال دیاسپورا کانسل نامش است. ما ریاستش فعلا سبکدوش شدم، ما ریاست افتخاریش ما واگذار کردن بله برای زی که برای ما واقعا ما بسیار انتقاد میشدم از طرف کسایی که مرا علاقمند مثلا میگفتن که خودت از وقتی که در شورا مصروف شدی تو هیچ وقت نوشته کردن نداری، هیچ چیز نمی نوشتی، تو نشر نمیشه، تا کامنت های تو برای ما نمیخوانی و باید مجبور شدم که من این واقعا معذرت بخوایم از دوستا، گفتم که شما به شما رو به خدا مسپارم، شما کارتان ادامه بتین، من امروز شما هستم از دور ولی چون من میخوایم کمی زیادتر در خدمت امو کسایی که به نشتای من علاقه من نیست چیز باشم. وظیفه دیاسپورای افغان نظارت کردن از شرایط افغانستان است، کمک کردن برای جلوگیری از سقوط مملکت افغانستان است و این ضرور نیست که ما اگر طالبان را خوش نداریم از لحاظ سیاسی از لحاظ عقیدوی، اما ما در این زمان خوش نداریم که دولت افغانستان سقوط کنه با یعنی بام افغانستان چپش و سر مرزم افغانستان. این باید بین از یک خط فاصل کشیده شود که خط فاصل مردم جوانهای ما و روشن فکرهای ما باید مراعات کنن که خط فاصل کدام است. بنابراین تمام فعالیت زیاد در جهان باید در این قسمت متوجه بود. برای دولت طالبا روشن فکرهای افغانستان میتونن مشوره بتن، میتونن نشان بتن که در چی زمینه ها میتونن یا با کمک کنن با اقتصاد افغانستان، با دولت افغان، با بهبود سیستم اداره در افغانستان، با مشوره کدام گروه های مشورتی را متخصصین افغان در خارج میتونن ایجاد کنن در قسمت صحت، در قسمت اقتصاد، در قسمت بانکداری، در قسمت معاصلات، در قسمت تعلیم تربیه، معارف، حقوق زنان، حقوق در قسمت قضا، مسائل مختلف این میتونن ایجاد کنن که تیمای مشورتی برد داخل افغانستان اگر به صورت دائمی نمیره به صورت تناوبی برن، به صورت برن و در به اصطلاح شش ماه سه ماه در وزارات مختلف همکاری کنن با دولت طالبان. این امکانات میتونن میسر بسازن دیاسپورای افغان دیگه. ما موافقت همه را میخواییم دیگه قسمت. بسیار تشکر عزیز، بسیار ممنون که دو ساعت وقت دانه برای ما صرف کردین و چهار صبح به وقت استرالیا شروع کردین در برنامه شرکت کردین. یک جان سپاسگزار هستم، ممنونتان. صحبت های بسیار دقیق، گره های بسیار اساسی را شما باز کردین در صحبتان. به ادامه صحبت های دیگه دانشمندایی که در اینجا من صحبت میکنن، یک دوست ما وقتی که خبر ما نشر کردیم یک دوست نشته کرد که این برنامه تان کلش تکراری سر و سر طالبا و سر دولت. ما گفتیم برنامه اجتماعی دیگه هم در تلویزیون داریم اما برنامه سیاسی با در نظر داشتی نمی وضعیت ها، اگر کدام وضعیت نو بیه سیاست های نو مطرح میشه یا تحلیل های نو مطرح میشه، اگر این دوران داره خب مجبور هستیم که همین حالت ها را تفسیر کنیم. بسیار سپاسگزار هستیم از شما، واقعا گپ های بسیار نو و مطالب بسیار جدی و گریه را توضیح دادن، سپاسگزار هستم. تشکر از تمام بیننده های شما، تشکر، خداحافظی میکنم از تمام بیننده های تلویزیون.
ممنون. خدا حافظ. سپاسگزار.